واتس اپ به من خوش اومدید دوستان دارم هر جا حالتون مثل همیشه خوب باشه بچا خیلیاتون ازم سوال کرده بودین که الان برای بازی پیکسل خوبه ورود کنیم یه سری تازه کارم تازه ویدیو ها رو دیدم میخوان بیان داخل بازی من شک دارن که همچنان خوب هست یا سوده هست این بازی یا نه من نظر خودم راجع به بازی پیکسل بهتون میگم بچا در حال حاضر چون داخل این بازی همه برندن و قیمت توکن بری هم حالت ریزشی داره هر بالایی هم که میده یکی دو روز بعد به شدت دوباره شروع میکنه به ریختن تو بازی های وقتی همه برنده باشن و شما بتونی روزانه مثلا یه تعداد زیادی آدم یه فعالیتی رو انجام بدن توکن اون بازی رو به دست بیارن و بفروشن قیمت اون توکن سقوط میکنه این اتفاق رو ما تو بازی های کریپتوی دیدیم حالا کسایی که چنل من رو چند سال دارن من از عکس اینفینیتی فکر اولین نفری بودم که ویدیوهاشو گذاشتم و موقع اصلا یوتیوب فارسی ما نداشتیم که بازی کریپتو باسن بخواد پوشش بده و اینا الان که مثلا قارش دارن زیاد میشن ولی از همون موقع ما تجربه رو داشتیم یعنی ما SLP رو داشتیم تو عکس اینفینیتی که خب یه جوری حالت فارمینگ پیدا کرده بود و همه میفروختن توکنش رو آخرش هم دیدیم چه بعدای سر توکنشو. توکن شما توکن بری هم الان اوورسل شده ولی این شرایط به نظر من تغییر میکنه چرا چون تو سیزن بعدی بازی قرار نیست که شما اینطوری بتونید بری رو فارم کنید و فارم بری خیلی سختتر میشه حالا یه عکسی که داخل خود دیسکورد پیکسل هم خودتون میتونید بریم ببینید قرار یه چیزی اضافه بشه به بازی به نام تسک بورد توی این تسک بورد یه سری تسک های حالا دیلی به شما میدن یا ویکلی بهتون میدن که با انجام دادن اینها فقط میتونید توکن بازی رو به دست بیارید یعنی اینجوری نیست که دیگه برید بذر بخرید بکارید حالا برداشت کنید و بفروشید احتمالا این قسمت حالا خرید و فروش بذرش کلا از مارکت حذف میشه یعنی دیگه نمیتونید بیاد پیش هیزل هیزل احتمالا حذفش میکنن اینجا دیگه شما نمیتونید سید بخری بری بفروشی باید اون تسکار رو انجام بدید خوبی این اتفاق اینه که خیلی از بات ها از بازی حذف میشن الان بازی به شدت داخلش بات هست ملتی اکانتینگ زیاد توش و همه میخوان توکن بفروشن و تقاضا برای بری اصلا نیست در قیمتش سقوط میکنه طبیعیه این برده که اضافه بشه یه خوبی دیگه که داره اینه که شما علاوه بر بری میتونید توکن دومش یا توکن اصلی بازی که همون پیکسل هست حالا عکسش هم اینجا میبینید حالا یه دونه اینجا مثال زده گفتم مثلا یه دونه پیکسل میگیری اگه این تسک رو انجام بدی میتونی اون رو هم فارم کنی یا به دست بیاری که خب تسکاش قطعا نسبت به های بری سختتر میشه و حالا شاید بپرسید خیلیاتون که خود توکن پیکسل به چه دردی میخوره بچه قیمت توکن پیکسل به نظر من خیلی بالاتر از بری میشه چرا؟ چون قراره که کل خرید و فروشی که حالا برای قسمت گیلد بازی در نظر گرفتن با توکن پیکسل انجام بشه این یعنی چی؟ اصلا گیلدش به چه صورت است؟ گیلدش مثل بقیه بازی ها نیست بچه یعنی حالت کلن معمولی رو نداره گیلی که قرار تو بازی پیکسل بیاد شما قراره با عضویت داخل گیلد به سری منابعی که اون گیلد دسترسی داره اگر لیدر اون گیلد به شما اجازه بده دسترسی پیدا میکنه تسکای خاص خودش رو خواهد داشت هر گیلد و ممکنه به ازای انجام دادن یه سری تسکا باز بتونید یه منبع درآمد جدا داشته باشین جدا از اون عضویت داخل گیلد ها رایگان نخواهد بود یعنی شما برای اینکه عضو گیلد بشید، باید یه مقدار توکن پیکسل بدید داخل خود گیلد یه قضیه خرید و فروش و معاملاتی به وجود میاد یعنی چی شما برای عضویت داخل گیلد باید ممبرشیپش رو بگیرید حالا ممبرشیپش به این صورت نیست که شما فقط یه دونه بتونی بگیری مثلا شما میگی که آقا گیلد مثلا بلو پوینت احساس میکنی گیلد خفنی میشه قیمت مثلا ممبرشیپش اگر یک دلار هست شما میای مثلا 100 تا یه دلار میخری یعنی 100 تا ممبرشیپ گیلد منو میخری هر چقدر اعضای گیلد من بره بالاتر قیمت عضویت یا حالا خرید ممبرشیپ ما هم هی افزایش پیدا میکنه یعنی شما مثلا اومدی عضویت ممبرشیپ گیلد منو خریدی یه دلار ممکنه سه ماه دیگه یا یه ماه دیگه عضویت داخل کلن من از یه دلار مثلا هر ممبرشیپش بشه مثلا سی دلار شما کلی سود میکنی یعنی میتونی 99 تا ممبرشیپ اضافه ای که خریدی رو با قیمت بالاتر بفروش یه پوینت دیگه داره اینه که خود اون رئیس یا حالا مدیر گیلد مشخص میکنه چه کسایی میتونن به منابع گیلدش دسترسی داشته باشه یعنی ممکن شما بیایید عضو یک گیلدی بشی نتونی حتی به منابعش دسترسی داشته باشی یا مدیر اون گیلد به شما اصلا دسترسی نده پس باید حواستون باشه عضو چه گیلدهایی میشید و اون گیلدها آیا به شما اجازه دسترسی به منابع میدن یا نه و خود این گیلدها میتونه یه معمد درآمدی براتون باشه ممکنه بیاید عضو مثلا پنج تا گیلد متفاوت بشید فقط هم Uh, الزاما نمیتونید عضو یه دونه گیلد بشید میتونید عضو چند تا گیلد متفاوت بشید یعنی هیچ محدودیتی براتون ایجاد نکردن و خود این میتونه بچه یه منبع درآمد خیلی خفن باشه براتون پس این قضیه گیلد رو حتما دنبال کنیم توی دیسکوردشون باشین هر خبری بیاد حالا توی کانال آنانسمنتشون حتما میذارن یا سریتون هنوز عضو دیسکوردشون نشدید یا مثلا من میبینم بهم پیام میدید که امید ما نمیتونیم مثلا الان برداشت کنیم مشکل چیه برداشت رو اومدن لیمیت کردن 72 ساعت با وقت باید بگذره ازش تا بتونید برداشت کنید حالا هدفشون این بوده که جلوی نمیدونم برداشتای اشتباه یا فیک رو بگیرن یا حالا جلو باتا رو بگیرن تا حدودی قانونایی که گذاشتن ولی بیشتر فکر کنم به خاطر اینکه داره اوورسل میشه برین قوانین رو گذاشتن که یه ذره سختگیری کنن تا این سیزن جدیدش بیاد و به نظرم وقتی سیزن جدید بیاد هم قیمت بری خیلی بهتر خواهد شد هم توکن پیکسل میاد که یه قیمت خیلی بالاتر از بری رو قطعا میگیره معتقدم که بازی پیشرفت میکنه بچه یعنی جنبه های درآمدزایی توش بیشتر هم خواهد شد علاوه بر اون بچه بازی پیکسل یه بازی که شما دیدید دیگه میاد با حالا پروژه های دیگه کلاب میزنه همکاری میکنه خوبی که داره شما مثلا میتونید NFT پروژه های دیگه یا مثلا گیو وی که میذاره رو تو داخلش شرکت کنید به واسطه بازی پیکسل و حتی از اونها هم درآمد داشته باشید یا حالا شانستون اگه خوب باشه NFT شون رو ببرید یا هر اتفاق دیگه ای که میتونه خیلی خوب باشه مثلا همین اخیرا همکاریشون با موکاورس بود که خیلیاتون داخل موکاورس شرکت کردیم و حالا احتمالا در آینده شامل اردراپ خود سایت موکاورس هم میشین که خیلی ارزشمند میتونه باشه یا مکا رو به واسطه همین پیکسل خیلیاتون گرفتیم و پروژه که در آینده باز اعتمالا همکاری میکنه پیکسل باشون خیلی به نظرم جمعه های زایی داره فقط به این نگاه نکنید که یه بازی حالا شبیه سازه کشاورزی شما میاد بذر میکارید و درو میکنید اگر به این دید دارید به بازی نگاه میکنید سیزن بعد مناسب شما نیست ولی اگه دیدتون اینه که تسکار رو انجام بدید چالش که بازی براتون میذاره انجام بدید و درآمد داشته باشید این بازی سیزن بعد به شما درآمد خیلی بهتری حتی از سیزن‌های قبل هم خواهد داد. راجع به پلی تو هم بگم خیلیتون می‌پرسین این ایردراپ چی شد؟ بچا ایردراپش قطعا این ماه مشخص میشه تاریخش یعنی تو هم فوریه بود باشه حالا اواسط همین ماه یا اواخرش خواهد بود. برای برداشت توکن بری در حال حاضر باید تراست اسکورتون بالای 2000 باشه. الان می‌بینید تراست اسکور 2048 است. برای اینکه برسید به این عدد باید وی‌آی‌پی بخرید یا یه سری من کوست های بازی رو حتما انجام بدین که بتونین بعد برداشت کنید حالا جدا از اون نیمیت های برداشتی که میذارن مثلا چند ساعت بعد سب کنید اون که جداست قسمت گیلد بچه تو همین داشبوردتون هست اینجا میتونید گیلد رو هم ایجاد کنید پنجاه هزار تا بری باید بدید گیلد خودتون رو بسازید شما همی همین الان هم میتونید بیاین و اون کلنایی که دوست دارید گیلدایی که دوست دارید رو واچ کنید و ببینید حالا موقعی که باز شد چجوری میشه شرایطش ممبرشیپش رو میتونید بگیرید با توکن پیکسل که تا چند روز دیگه احتمال همین ماه معرفی باید بشه احتمالا که صد درصد و بتونید حالا عضویتشون رو بخرید این که حالا کدوم یکی از اینا خوبه قطعا حالا گیلدایی که معروفن مثلا وای خب جز کلنهای معروفه تو همه بازی ها و شما میتونید مثلا روی این حساب کنید که ممبرشیپش خفن میشه Uh, حواستون به این قسمت گیلد باشه بچه اگر قسمت گیلد خریدش باز شد uh, میتونید روی این قسمت گیلد سودای خیلی خفنی بگیریم اینو میخواستم بهتون توضیح بدم و بچه ها پلی تو هم بهتون گفتم حالا این رویداد دومش بود که برگزار شد تا تموم شد دیگه الان داخل اردراپ شما نمیتونید شرکت کنید من یه سریا رو میبینم همچنان به من پیام میدن که من چطوری میتونم بیام توی این قسمت شرکت کنیم این قسمت بچه ها تموم شده و دیگه شما نمیتونید توی پلی تو ایردراپ شرکت کنید پس تسکای حالا ایردراپش رو دیگه انجام ندین و بچه همین ما مشخص میشه که شما چقدر توکن پیکسل میگیرین یا چند روز دیگه تماما توی دیسکوردشون اعلام میکنن هر موقع توکن پیکسل معرفی بشه مقدار ایردراپی که شما قرار بگیرید هم داخل این قسمت مشخص میشه شما میتونید کلم کنید برای کلم کردنش هم نیازی به وی آی پی نداری یعنی اگه وی تون هم تمام شده باز هم میتونید بیاید و توکنی که حالا بردید برای ایردراپ رو دریافت کنید که تکلیف اون هزار نفر هم هر موقع که حالا تعداد توکن مشخص بشه برنده اون هزار تا اسلات هم جداگونه معرفی میکنن پس یه جمع راجع به بازی پیکسل کردم من براتون اگر میخواید این بازی رو انجام بدید به نظر من حتی خرید با قیمت 20 دلار هزینه زیادی نیست چون خیلی درآمدهای جانبی میتونه از بازی داشته باشین و سیزن بعدش به نظر من خیلی بهتر از سیزن الانش میشه و احتمالا بازی یکم اسکیل بیستر بشه همه توش برنده نباشن و اونایی که اسکیل دارن مهارت دارن یا وقت بیشتری میذارن بتونن از بازی درآمد بهتری هم داشته باشن امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید بازم اگه سوالی دارید برام کامنت کنید ساب لایک هم یادتون نره تا ویدیو بعدی پیس